درود به بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا آخرین روز سال رو ترجیح دادم خودم در خدمتون باشم و نگاهی بیندازم به آن سوی خبر به رویدادهایی که در روزهای اخیر شاهدش بودیم و طبیعتا با آغاز سال نو همه ما در انتظاریم که پیامدهای این رویدادها چه خواهد مذاکرات هسته ای ایران در ژنو طبیعتا بخش بزرگی از دل مشغولی ما بود خب این مذاکرات آغاز شد آقای عباس عراقچی میگوید که از صبح روز گذشته مذاکرات دور جدیدش آغاز شده با پنج به اضافه یک از اون طرف آقای روحانی مژده میده که مسلما ژنو اگر تحقق پیدا بکنه در سرنوشت و زندگی ما تاثیر خواهد داشت و بسیاری از مشکلات ما به طور ریشه‌ای حل خواهد شد برابری این آقای عراقچی مشغول مذاکره است آقای روحانی در تهران امیدواری میده امیدواره که سومین دور از مذاکرات کارشناسی ایران و گروه پنج به اضافه یک برای تعیین ساز و کار اجرایی توافق نامه این به نتیجه برسه آقای عراقچی اونجا اس آقای مجید تخت روانچی هست و جالب این که آقای حسین موسویان ناگهان سر کلش در تهران پیدا شد آقای موسویان که عضو هیئت مذاکره کننده بود که آقای روحانی ریاستش رو داشت بعدا متهم به جاسوسی شد در زمانی که در مرکز پجروهش های استراتژی کار میکرد آقای موسویان سفیر جمهوری اسلامی در آلمان هم بود در دورانی که قتل در اونجا رخ داد ولی در تهران به منزل ایشون حمله کردند روزنامه ها از آثار عتیقه بسیار نوشتند که در خانه شون بود آقای موسویان کسی که دانشوی همه عمر نام گرفته برای تحصیل فوق دکترا به امریکا رفت خیلی زود آمریکایی ها او رو با گرمی استقبال کردند در همه جا اثرش پیدا شد حتی با برنامه فارسی صدای آمریکا به زبان انگلیسی مصاحبه کرد ترجیح میداد که انگلیسی بگوید تا بعد هم زبانانش در ایران گریبانش رو نگیرند که چرا با صدای استکبار صحبت کرده صدای استکبار در بود انگلیسیش اشکالی ندارد و این از صفات و مزایا و ویژگی های جمهوری ولایت فقیه یعنی شما اگر با خارجی صحبت بکنید اشکال نداره با هموطنتون اشکالات بسیار در این میان مخالفان این قرارداد هم خیلی جالبه در تهران آقای محمود نبویان نماینده مجلس مجلس شورای اسلامی میگوید که بله این جنب هست ولی تحریما به زودی حل نخواهد چون تحریما برداشته نمیشه و ما گرفتاری این تحریما رو خواهیم داشت اون مدعی است که در توافقنامه ژنو آمده که تا 20 سال بعد تحریم ها برداشته میشه پس یعنی آن وعده هایی که آقای روحانی به شما میده معنا نداره چون 20 سال بعد منتظر باشید ما سران جمهوری ولایت فقیه آمدیم این مشکل رو برای شما ملت بزرگوار ایجاد کردیم حالا روزی هم که ما رفتیم هنوز شما گرفتار این مشکلات خواهید بود معنای دیگر جملات آقای نبویان همین است ایشون میگه که بله میگه بحث نظارت که در توافق نامه جنب آمده مورد انتقاد ماست نباید این مسئله در توافق نامه نام گنجانده میشود سه نوع نظارت وجود دارد نظارت سرزده با اطلاع و بی اطلاع و نوع سوم در حال اجرای شدن بود که آن را در پروتکل الحاقی در حال پذیرفتن هستیم و آن یعنی اینکه در کاخ سفید تمامی بخش های هسته ما رو توسط دوربین به طور مستقیم نظارت میکنه حالا باید به این نماینده مجلس گفت که جناب که از ارباب امائم هم هستید و معتقدید که جمهوری اسلامی جام زهر رو نوشیده یک چیز رو باید یادتون باشه نیازی نیست که دوربین در تأسیسات اتمی شما بگذاره. کوچک و بزرگتون زیر نظارتید بالاتر اینکه در همین دوبه دستگاه های شنودی وجود دارد که تمام تلفن های شما را از مقام معظم رهبری تا فرزندانشون و از رئیس جمهوری تا وزرا و معاونینشون و وزارت اطلاعات و امنیت تا سپاه پاسداران گوش میدن آقای مصطفی پور محمدی وزیر خوشنام دادگستری جمهوری ولایت فقیه مردی که در کارنامه خود بعدهای بسیاری دارد از وجود مذاکراتی برای حل مسئله بازداشت خانگی آقای مهدی کروبی و میر حسین موسوی و بانو دکتر زهرا رهنورد سخن گفت. به گزارش آقای حسامیدین آشنا نیز قبلا این حرف رو زده بود ایشون مشاور آقای روحانی است و داماد آقای قربان علیه. دوری نجف آبادی وزیر اطلاعات اسبق جمهوری اسلامی همان که قسم جلاله خورد و از اتهام شرکت در قتلهای زنجیری تبرعی شد آقای حمید مقدمفر مقدم فر معاون فرهنگ سپاه هم گفته بود حصر موسوی و کروبی در صورت توبه آنها رفت خواهد شد دقدقه دلسوزان نظام سوء استفاده آنان پس از رفع حصر است دبیر شورای عالی امنیت ملی کشوری در مورد آخرین وضعیت پرونده ای رفع حصر آقای موسوی و گفت: بود من آدم اقدام هستم در همین حال معاون ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه دو زل فتنه که خارج از حصر هستن فتنه را مدیریت میکنن خواستار تشدید حصرها شد اشاره این مقام به آقای خاتمی و اکبر حاشمی رفسنجانی است گزارشی داریم توجه شما رو به اون جلب میکنه در علی شمخانی در حاشیه مراسم ختم مادر وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران در واکنش به سالات متعدد آنها در ارتباط با پرونده موسوی و کروبی و اقدامات برای رفع حسر آنها گفته است من آدم اقدام هستم آدم حرف نیستم ایسنا گزارش کرده که وی از ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری کرد و به خبرنگاران قول داد که در آینده نزدیک نشستی با آنان داشته باشد. خبرگزاری تندروی فارس نیز همین خبر را با تیتر واکنش دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره رفع حصر سران فتنه منتشر کرد و از قول وی نوشت من آدم اقدام هستم. در همین حال و همزمان با نهم دیما سال روز تظاهرات حامیان حکومت مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مد... مسلح اکبر حاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی را دو فتنه خواند که خارج از حصر هستند و فتنه را مدیریت می کنند و وی خواستار تشدید حصرها شد جزایری گفته است درباره فتنه چند گزاره وجود دارد دو زل از سران فتنه در حصر نیستند در حالی که باید می بودن و آنها دارند در خارج از حصر فتنه را مدیریت می کنند لذا رسانه باید از این حوزه مراقبت کند معاون ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه بنده دلایل متقنی دارم که حصر باید تشدید شود ادامه داده است وزارت اطلاعات باید نسبت به فتنه‌های جدید مراقبت کند او در ادامه گفته است در هیچ کجای جهان به کودتاگران فرصت مدیریت مجدد داده نمی شود و اگر این فرصت داده شود اشتباه است. جزایری با بیان اینکه دشمن در جنگ سخت شکست خورد ابراز عقیده کرده است اکنون دشمن به جنگ نرم روی آورده است. معاون ستاد کل نیروهای مسلح دشمن شناسی را در ایران ضعیف دانست و افزود ما باید مراکز سازمانها اتاق فکرها و پژوهشکدههایی را در نظر بگیریم که به طور مرتب دشمن و ابعاد مختلف حرکات آنها را رصد کند بیش از هزار روز است که میر حسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات سال 88 در حصر خانگی هستند چندی قبل محمد خاتمی بر اساس گزارش های خبر از آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در عید قدیر خوم داده بود اما پس از آزاد نشدن آنها آقای خاتمی از این موضوع ابراز تعجب کرد غلام حسین محسنی اجرایی دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه ایران اما در واکنش به اظهار نظر آن زمان خاتمی در خصوص آزادی رهبران جنبش سبز در روز عید قدیر گفته بود این گمان زنی ها درست نیست و هیچ اتفاق خاصی در وضعیت موسوی و کروبی رخ نداده است جای شگفتی نیست با بودن کسانی مثل آقای جزایری که خوب درجه عالی نظامی هم به او دادن جمهوری اسلامی در این سراشیبی قرار گرفته این اطلاع و بزرگی نیست که انسان دچار اوهام باشه ما اون داستان دایجان ناپل اون رو هیچ وقت از یاد نمیبریم هر کدام از اینها امروز در جای دایجان نشستن اگر آقای خاتمی و آقای رفسنجانی دو عامل فتنه هستند چگونه یکی ریاست مجمع تشخیص مسلحت نظام رو داره و دیگری هم به عنوان یه شخصیت مورد احترام جامعه بینالمللی و جامعه داخلی حضور داره افرادی مثل آقای جزایری که باید از کار بر کنار بشن کسانی که دروغ میگویند و با دروغها و اوهام خود برای مقامات تصمیم گیرنده بالا و در اینجا رهبر جمهوری اسلامی یک دنیای خیالی می سازن و این افراد در مقام کسانی که توته ها را خونسا می کنن هر روز خبر تازهی به رهبر می دهند. اوج اینها کسی که در رأس اینها قرار داشت هیدر مسلحی وزیر اطلاعات پیشین جمهوری ولایت فقیه بود که در واقع چهار هزار توطعه را در خیال خنسا کرد سری بزنیم به بهره جزیره کوچکی که هر روز فریادش از دخالت جمهوری اسلامی به آسمان است مقامات این کشور از توقیف یک شناور حامل مواد انفجاری قاچاق ساخته ایران و سوریه خبر داد خبرگزاری فرانسه به نقل از سرلشکر طارق الحسن رئیس اداره کل امنیت بحرین می نویسد این کشتی که حامل دو بحرینی بود در اوایل هفته جاری در سه و هفت کیلومتری سواحل جزایر آرشیپلاکوس توقیف شده است او گفته کشتی حامل مواد انفجاری از 118 16 مالی سواحل شمال شرقی بحرین در آبهای بینالمللی زیر نظر گرفته شده بود خبرگزاری دولتی بی ان بحرین نیز گفته 50 نارنجکی دستی ساخت ایران و 295 چاشنی تجاری ساخت سوریه در این کشتی 9 متری یافت شد. آقای حسن هم شیرین گفته دخا ماده انفجاری سی فور و تی تی نیز درون این شناور پیدا شده است دو روز پیش آقای سلمان که در واقع رئیس جمعیت وفاق بزرگترین حزب شیعه این کشور است که 18 نمایندم در پارلمان داشت به دادستانی احضار شد مورد بازجویی قرار گرفت و از او خواسته شد به نمایشگاهی که برپا کرده که درون اون اهانت به پلیس و دولت شده خاتمه بده آقای سلمان تعهد کرد آقای علی سلمان که مدتها نیز در ایران بود و در سوریه و آزاد شد اما خروج او از کشور ممنوع شده است فعلا شبکه تلویزیونی رژیم جمهوری اسلامی به زبان عربی العالم گزارش داده 44 نفر از اعضای فراکسیون العراقیه در پارلمان اراق موسوم به متحدون خروج خود را از پارلمان اعلام کردند علت استعفای آنها برچیده شدن چادرهای تحسن در رمادی اعلام شده است این در حالی که صالح مطلق معاون نخست وزیر گفته روند سیاسی در این کشور به بنبست رسیده است مطلق افسود ما موضع قاطعتر در مقابل اقدامات نوری مالکی را خواست داریم و همه نمایندگان العراقی باید از سمتشون استعفا کنند آقای دکتر صالح مطلق گفته نباید به هر انتخابی که در سایه فضای سیاسی جاری برگزار می شود اعتماد کرد و خاطر نشان کرده ما باید به نظر و حرف مردم جنوب گوش دهیم و نباید به کسی اجازه دهیم این موضوع را به یک موضوع تایفهی تبدیل کند میدونید در الرمادیه را الان چادرهای برپاش برپا کرده بودند و همینطور در استان علنبار و آقای مالکی با نیروهایی که عنوان نیروهای مالکی رو دارن نه عراق نیروهایی که اغلب شیعن و وابسته به حزب ادعوه و احزاب شیعه وابسته به جمهوری اسلامی اینا وارد این منطقه شدن مردم رو سرکوب کردن نماینده مجلس کسی که مورد احترام مردم اونجا از دستگیر کردن برادرش رو کشتن و به هر حال یک دیکتاتوری خونین رو آقای مالکی میخواد برقرار کنه که دوباره بتونه نخست وزیر بشه قانون به او چنین اجازه رو نمیده و او به این قانون اعتراض داره و معتقده که نخیر ایشون فردی است که میتواند حالا تا هر موقع که دلش بخواد در مقام نخست وزیری باقی بمونه به البته مورد اعتراض دیگر گروه ها هست صحرای انبار جایی که چادرها برپا شده بود بسیار بزرگه یک سوم مساحت عراق رو داره منطقه سنی نشینه اشایر عراق در اونجا هستند. در تا سه کشور سوریه اردن و عربستان سعودی هم ادامه داره در داخل عراق هفت استان... در داخل هفت استان عراق یعنی نینوا صلاح کربلا بابل بغداد نجف و المصنا نیز در چارچوب همین منطقه صحرایی قرار می گیرن. بخش زیادی از گروه های تروریستی نیست که از حمایت های مالی و لوجستیکی ته ده سال گذشته از این مناطق وارد عراق می شدن در اینجا فعال بودند و خیلی جالب توجه هست که رژیم سوریه نقش اساسی در حمایت از این ها و ارسال اونها به عراق داشته و این هم باز قابل توجهی که بخشی از این نیروهای تروریستی حالا هم در سوریه و هم در عراق می جنگن چاهکن خود به چاه گرفتار می شود. این رو امریکاییا در پاکستان و افغانستان تجربه کردن و حالا نوبت سوریه و جمهوری اسلامی است بله آقای موسویان که خبرش رو بهتون داده بودم در ضمن خبر نخستین که گفتم در مراسم یادبود مادر آقای جواد ظریف شرکت کرد و ایشون گفته نه من برای فعالیت سیاسی به ایران نیومدم لابد برای دید و بازدید فامیل البته فامیل وابسته درجه اول ایشون همسر و فرزندان در کنارشون بودن و در امریکا به راحتی آسودگی زندگی میکردن و از مصاحبت دانشگاهیان و بعضی از مقامات سابق و امروز آمریکا نیز برخوردار می شدن. ایشون گفته من فقط کار اکادمیک انجام دادم از همه مقالاتم دفاع و زیر آن را امضا می کنم بقیه بحثایی که مطرح می شود به من ارتباطی ندارد و بعد ایشون گفته که بله بعد از اون وسیقه 20 میلیونی به هر حال گفته برگشتم فعلا در ایران و به دنبال سیاست هم نخواهم رفت دولت احمدی نژاد موسو... موسویان رو به اتهام ارتباط با بی... بیگانگان و دادن اطلاعات به آنها دستگیر کرد اما بعدا سخنگوی قوه قضاییه اعلام بیگناهی کرد آقای موسویان جای مهم می داره در پس پرده بازی های بزرگی رو انجام داده و در واقع باید گفت نقش بسیار مهمی در اعاده فضای دوستی و صلح بین ایران عربستان سعودی ایشون در اون آغاز زمانی که هنوز آقای رفسنجانی رئیس جمهوری بود و پادشاه سعودی در مقام ولایت عهد ایشون بازی کرده بود آقای علی متحری نماینده مجلس نماینده تهران بخشی از گزارش منتشر شده توسط خبرگزاری مهر از سخنرانی خودش رو در شیراز تکذیب کرد اما توضیحی دیگه در این زمینه نداد آقای متحری در گفته بود که در راهپیمایی نه دی ماه سالگردش معنی نداره برای چی و لزومی نیست این دو گروه بودن یک گروه موافق آقای احمدی نژاد بودن یه گروه مخالف بودن و به هر حال این اتفاق افتاد ولی امروز نباید با دامن زدن به این فضای کشور رو بیش از این به تنش و رویارویی منجر کرد سعی باید کرد که فضا آرام بشه همین حرفا برخورد چون مقام رهبری گفته بود نه مهمترین روز هماس است و تظاهرات باید ادامه پیدا کنه حالا آقای متحدی میگه این تظاهرات بی مورده. و قوه قضاییه رو به تأثیر پذیری از نهاد امنیتی و دفتر و دستگاه امنیتی و اطلاعاتی متهم کرد میدونیم که آقای متحری قبلا وزارت اطلاعات هم متهم کرد که دستگاه شنود تو دفترش گذاشت در توضیح به خبرگزاری مهر آقای متحری گفته بنده به هیچ وجه چنین جمله ای نگفتم و احتمال میدهم این مطلب در ضمن سوالات دانشجویان بوده است خبرگزاری جمهوری اسلامی هم از اعلام جرم دادستان عمومی انقلاب تهران آقای دولت آبادی علی متحری خبر داده و به نقل از یک منبع آگاه چقدر منبع آگاه داریم در جمهوری اسلامی گفته که پرونده اعلام جرم دادستانی تهران علیه آقای علی متحری به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه اجرا شده، ارجا شده است آقای متحری که چندین دوره است به عنوان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی فعالیت می کند در سالهای اخیر از منتقدان علنی برخورد دستگاه امنیتی و قضایی حکومت ایران با مخالفان و معترضان بوده است وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای علی جنتی که گفته بود ما زنجیر قلم ها را باز میکنیم میگه هیچ نویسنده ممنون قلم نیست اکنون کتاب را بینند و نه شخصی که آن را نوشته است قبلا آقای عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت ارشاد گفته بود با تایید وجود فهرست سیاه برای نویسندگان در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد گفته بود رئیس دولتی یازدهم پیگیر بحث نویسندگان ممنوع القلم است موضوع فهرست نویسندگانی که در دوران محمود احمدی نژاد آثارشان اجازه انتشار نداشت پیشتر در گزارش صد روزه آقای روحانی رئیس دولت یازدهم مطرح شده بود در پنجم آذر ماه سال جاری در گزارش عمل کرده صد روزه دولت آقای روحانی گفته بود که ما نویسندگان ممنوع القلم را به نویسندگان سریع القلم تبدیل کردیم در واکنش به اظهارات آقای روحانی در خصوص نویسندگان ممنوع القلم وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد آقای حسینی با رد این موضوع گفته بود سخن گفتن از نویسندگان ممنوع القلم را جفا در حق نظام جمهوری اسلامی میدانه جمهوری اسلامی اصلا جفا نداره سر تا پا محبت و لطف نویسندگانی هم که گردنشون شکسته شد نویسندگانی که سینهشون سوراخ شد کشته شدن سرها بریده شد همه مورد لطف جمهوری اسلامی بودن در جریان محدود ساختن فعالیت کنشگران اجتماعی و فعالان سیاسی آقای عیسی سهرخیز روزنامنگار اصلاح طلب بار دیگر مملل خروج شعبه پانزدهی دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سلواتی معروف در جریان احکام سنگین صادر علیه فعالین سیاسی و روزنامنگاران پس از انتخابات 88 عیسی سهرخیز را بجز سه سال حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به یک سال ممنوع الخروجی نیز محکوم کرد تاریخ اجرای حکم 25 شهری و 89 قید شده سه سال از این ماجرا گذشته یک سال و نیم اضافه زندان بابت پرونده های روزنامه اخبار اقتصاد و ماهنامه آفتاب چند هفته است که پایان یافته اما به نظر می رسد که دستور ممنوع الخروجی جدید پیش از دستور آزادی صادر شده باشد و دقیقا این دستورات مربوط به شخص آقای خامنه ای است خبر ممنوع خروج شدن سید محمد خاتمی نیز ماه گذشته زمانی که وی قصد داشت برای مراسم خاک سپالی نیل سلمان دلا به آفریقای جنوبی بره اون زمان فاش شد البته یک بار دیگر نیز آقای خاتمی برای سفر به خارج کسب اجازه کرده بود و اجازه داده نشد در تهران کانون شهروندی زنان با انتشار اصلاحیه‌ای خواستار تغییراتی در تدوین نهایی منشور حقوق شهروندی دولت شده تفکیک نیازهای زنان از کودکان و کهنسالان و اصلاحات قانونی برای کاهش خشونت برخی از پیشنهاداتی است که ارائه شد ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی روز سهشنبه پنجم آذر ماه همزمان با صدمین روز فعالیت دولت حسن روحانی با هدف اظهار نظر عمومی درباره این منشور منتشر شد تنظیم و تصویب چنین منشوری از جمله که آقای روحانی در تبلیغات انتخابات به مردم داده بود توجه شما را به یک گزارش تصویری جلب کنم کانون شهروندی زنان که گروهی تازه تأسیس و متشکل از فعالان حقوق زنان از طیف‌های مختلف در ایران است با انتشار اصلاحیه‌ای بر پیشنویس منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی خواستار اصلاحات متعددی در مباحث مربوط به حقوق زنان در این منشور شد. متن این اصلاحیه که در وبسایت مدرسه فمینیستی منتشر شده تاکید دارد این گروه تنها یکی از تشکل‌های متشکل از فعالان حقوق زنان است که درباره اصلاح پیشنویس منشور حقوق شهروندی فعالیت می‌کند. و گروه های مختلف دیگری از فعالان زن در ایران نیست به دنبال پیشنهاد و فشار برای اعمال تغییرات در نسخه نهایی منشور هستند. اعضای کانون شهروندی زنان در اولین پیشنهاد خود خواستار آن شدند تا در تمام متن منشور حقوق شهروندی هر کجا صحبتی از شهروندان می شود تاکید شود که این حقوق به طور مساوی زنان و مردان را شامل می شود. آنها در توضیح این خواسته خود گفتند که در حافظه تاریخی ایران هر کجا صحبت از شهروندان انسان می شود در عموم ارسا منظور انسان مرد است و برای پیشگیری از چنین برداشتی این خواسته را پیشنهاد کردند. این اصلاحیه همچنین خواستار آن شد تا منشور متذکر شود که همه قوانین و مقرراتی که زنان را به شکل مستقیم و غیر مستقیم هدف تبعیض قرار دادند باید بازبینی شوند و قوانین تازه با استفاده از دانش و تجربه زنان کارشناس و حقوقدان تدوین شود. فعالان حقوق زن همچنین تاکید کردند که دولت تازه موظف است به همه کنوانسیون ها و تعهدات بین المللی که ایران امضا کرده است پایبند باشد. و در راستای تطبیق قوانین داخلی کشور با مفاد این تعهدات بین المللی بکوشد. قانون شهروندی زنان همچنین خواستار آن شد تا دولت هر گونه تبعیض جنسیتی از جمله سهمی بندی بر اساس جنسیت یا مذهب در نظام آموزشی را لغو کند. پیش از این بیش از 300 تن از فعالان حقوق زنان در نامه سرگشاده به دولت یازدهم خواستار تمدید مهلت نظرخواهی درباره پیشنویس منشور حقوق شهروندی شده بودند. آنها در نامه خود با استقبال از تدوین منشور یادآور شده بودند که تصویب و نهایی شدن این منشور به عنوان سندی مهم و تاثیرگذار در زندگی و سرنوشت مردم نیازمند بررسی های دقیق زمان مناسب و امکان ایجاد گفتگو و ابراز نظر تمام آهاد مردم است. منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی ضمن استقبال از سوی فعالان مدنی با انتقادهای زیادی نیز از سوی آنها مواجه شده است. کنشگران مدنی و فعالان حقوق بشر میگویند این منشور کمبودها و تناقضهای قابل ملاحظه ای در خود دارد به نظر آنها منشور حقوق شهرمند حتی از حقوق مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ضعیفتر است داستان آقای بابک زنجانی آقای رضا زراب همچنان ادامه دارد این قصه نختوی پرپیچ و خم رها نمیکنه یک فیلم از آقای زنجانی در حالی که با دختران تاجیک مشغول رقص بود اون هم سر و صدای زیادی ایجاد کرد حالا دولت تاجیکستان بانک مرکزیش میگوید که هیچ سابقه همکاری با آقای زنجانی ندارد حرفای اون مسئول تاجیک به یادمون نمیره که ورود هیئت عالی رتبه و عزیز جمهوری اسلامی را به سرزمینشون تاجیکستان خوش آمد میگفت به هر حال صحبت ادامه دارد و حالا پای آقای علی یونسی هم به میان آمده که دلیل تأخیر در دستگیری آقای زنجانی را سوال میکنه آقای زنجانی پیشتر با ارائه گواهی که به گفته او از سوی بانک مرکزی تاجیکستان صادر شده اظهار کرده بود که تمام بدهی خود را به وزارت نفت پرداخت کرده است قفور کرباناف حالا سخنگوی بانک ملی تاجیکستان کوربانزاده باید گفت یا قربانزاده بوده تبدیل به کربن شده سخنگوی بانک ملی تاجیکستان روز دوشنبه نهم دیما در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی مدارک آقای زنجانی مبنی بر همکاری با بانک مرکزی تاجیکستان را جعلی خواند بله با رئیس جمهوری تاجیکستان این هم جالبه وی هر نوع همکاری این بانک با بابک زنجانی برای انتقال پول به ایران را رد کرد آقای علی یونسی دستیار رئیس جمهوری در امور اقلیت ها نیز اقدام درباره علت تأخیر دستگیری بابک زنجانی را گفته که نمیدونه چه انقدر با تأخیر روبرو شده شاید دستگاه قضایی میخواسته با کمک خود با کمک خود این متهم اموال را برگرداند در هفته های اخیر میزان بدهی آقای زنجانی به دولت جمهوری اسلامی مورد بحث بود خب میدونیم ایشون رو خودشون به خارج فرستادن سرمایه در اختیارش گذاشتن بانک های متعدد در مالزی در کشورهای آسیای میانه در دوبه در جاهای دیگه باز کرد از طریق این بانک ها پولشویی میکرد و پول های معاملات غیر قانونی جمهوری اسلامی رو از این طریق به جمهوری اسلامی میفرستاد تا اینکه مالزی دو تا بانک ایشون رو توقیف کرد و 9 میلیارد دلار باقی مون حالا کی مردم ایران دستشون به این پول ها برسه مردم نه کی مقامات جمهوری اسلامی تا بتوانند این پولها ها را نیز به سوریه منتقل کنند اون خدا میداند ولی فعلا برای حفظ ظاهر آقای زنجانی رو دستگیر کردن رؤسای جمهوری فرانسه و روسیه پس از انفجارهای تروریستی ولگاگراد درباره مبارزه با تروریسم توافق کردند رویتر گزارش داده در پی انفجارهای تروریستی ولگاگراد و اولان در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین عمیقا به مردم روسیه تسلیت گفته و با آنان ابراز همدردی کرده در این گفتگوی تلفنی دو طرف بر لزوم افزایش همکاریها در زمینه مبارزه با تروریسم توافق کردند انفجارهای تروریستی ولگاگراد تا کنون سی و یک کشته و دهها زخمی بر جا گذاشته است در همین راستا دهها تظاهر کننده معترض به انفجارهای تروریستی اخیر توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند جالبه ت... تظاهرات کردن و دستگیر شده علیه تروریسم در چارچوب تعهد دولت اسرائیل و آزاد کردن اسرا در ازای بازگشت مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطین به سر میز مذاکره 26 اسیر فلسطینی بار دیگر آزاد شدند دیروز گزارش رو میخوندم درباره بعضی از این اسیران که 20 30 سال در زندان های اسرائیل بودند در گزارش نوشته بود اینها در هنگام بازگشت به میان اهل و خانوادهشون احساس غربت میکنن آدمها رو نمیشناسن خبرگزاری فرانسه گفته سه نفر از این زندانیان در غزه آزاد شدند پنج نفر در بیت المقدس شرقی و هجده زندانی آزاد شده دیگر هم به کرانه باختری فرستاده شده این اسرا قبل از توافق اسلو بازداشت شده بودند و بین 19 تا 28 سال را در حبس گذراندند دولت اسرائیل بیش از این نیست طی دو مرحله اقدام به آزادی 52 اسیر فلسطینی کرده بود اسرائیل در ماه اوت گذشته اعلام کرد که 104 اسیر فلسطینی را طی چهار ملحله و در راستای آغاز مجدد مذاکرات سازش با تشکیلات خودگردان فلسطین آزاد خواهد کرد آقای چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا و عبدالفتاح السیسی همتای مصریش با تلفن درباره تحولات مصر رایزنی کردند به گزارش رویتر سخنگوی پنتاگون اعلام کرده که دو طرف در این تماس تلفنی درباره تحولات اخیر مصر به ویژه پس از انفجار بمب مقابل ساختمان ارتش گفتگو کرده گفتگو درباره ایجاد توازن بین امنیت و آزادی از دیگر محورهای این تماس تلفنی بوده وزیر دفاع آمریکا همچنین درباره فضای سیاسی مصر پیش از برگزاری همه پرسی قانون اساسی از جمله ادامه اعمال محدود کردن برگزاری تظاهرات ابراز نگرانی کرده ولی یادمان باشه که اخوان مسلمین و متحدانشون با تمام قوا برانند که جلوی برگزاری رفراندوم رو بگیرن رفراندومی که در صورت که اکثریت آرا رو بیاره نشون میده مردم مصر اسلام انقلابی اسلام کراواتی اسلام حکومتی هیچ کدوم اینا رو نمیخوان به حکومت مدنی دل بستن که بتواند آرامش و امنیت رو به کشورشون بازگردانه لیتوانی از اول ماه ژانویه به حوزه مالی یورو خواهد پیوست مفاسدی دارد و مظاهری دارد و مفاسدی دارد و به قول معروف مزاری و همینطور فوایدی در همه این کشورهای اروپای شرقی وقتی به نظام یورو پیوستن وضع عجیب قریبی بوده در لهستان ناگهان مردم خود رو با یک های عجیب غریب روبرو دیدن. نظرسنجی‌ها نشان داده که 60 درصد از شهروندان لیتوانی مخالف پیوستن به حوزه مالی یورو هستند. لیتوانی 18مین عضو اتحادیه اروپا است که از سال 2014 به حوزه مالی یورو میپیوندد. اتحادیه اروپا در تلاش است و سرانجام تمامی 28 عضو این اتحادیه یورو را واحد پول خود قرار دهند. لیتوانی یکی از سریعترین رشد‌های اقتصادی را در میان دیگر کشورهای اروپای شرقی تجربه کرده اقتصاد لیتوانی در سالهای 2011 و 2012 رشدی 5 درصدی داشته از سال 2004 میلادی لیتوانی به اتحادیه اروپا پیوسته و یکی از اعضای حوزه بالتیک به شمار می اگر. پیش از فروپاشی اتحاد شوروی لیتوانی هم جزو کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود نانی پیدا می شد و دیگر هیچ آزادی که چه کنه حالا آزادی هست نان به زحمت پیدا می شود آنطور که باید و شاید مردم به خوشبختی نرسیدن اما حداقل آزادن آنچه را می خواهند بیندیشند و بگویند کمیته حفاظت از خبرنگاران اعلام کرده سال 2013 دست کم هفتاد خبرنگار حین انجام وظیفه و پوشش خبری تحولات و رویدادها در نقاط مختلف جهان به قطر رسیده این کمیته پیشتر در گزارش قید کرده بود که بیش از نیمی از تمام روزنامه نگاران زندانی در سراسر جهان در سال 2013 در ترکیه و ایران زندانی بود دلم رو میخواست با این خبر آخرین خبرهای سال 2013 به پایان برسد اما چه میشود کرد؟ گزارشی داری میبینید و شما را به پروردگار بزرگ میسپارم و به دیدن دیگر برنامه دعوت میکنم و آرزوی سالی پر از توفیق و موفقیت برای شما و بذارید داخل پرانتز بگم و ایران فردا و همکاران نازنین من بدرود آمار کمیته حمایت از روزنامه نگاران حاکی است که در سال 2013 هفتاد خبرنگار در کشورهای مختلف حین انجام وظیفه به قتل رسیدند و دو سوم این قتلها در منطقه خاورمیانه رخ داده است کمیته حمایت از روزنامه نگاران که مقر آن در نیویورک است روز دوشنبه نهم دی با انتشار گزارشی بر روی وبسایت خود نوشت که این کمیته علاوه بر این در حال بررسی مرگ 25 روزنامه نگار دیگر در سال 2013 است تا مشخص کنند که آیا این مرگ ها با حرفه خبرنگاری این افراد در ارتباط بوده است یا خیر این گزارش می که 36 درصد از خبرنگارانی که مرگ آنها تایید شده در جریان تبادل آتش نیروهای متخاسم کشته شده و 20 درصد نیست در جریان معمولیت های خطرناکی که به آنها محول شده جان باختند. به نوشته گزارش این کمیته سوریه طی سالهای 2013 میلادی همچنان مرگبارترین محل برای روزنامه نگاران و خبرنگاران بود و علاوه بر قتل تعداد زیادی از خبرنگاران در آن کشور طی سالی که گذشت در حدود 60 خبرنگار نیز در سوریه روبوده شدند. بنا به این گزارش تا اواخر سال 2013 هنوز دست کم 30 تن از این تعداد خبرنگار روبوده شده مفقود الاثر باقی ماندند اما باور عمومی بر این است که این افراد از سوی شورشیان مخالف با رژیم بشار اسد رو بوده شدند به نوشته سی پی جی با کشته شدن دست کم 29 خبرنگار در سوریه طی سال میلادی اخیر شمار خبرنگارانی که از زمان آغاز منازعات در سوریه در جریان پوشش اخبار این کشمکش ها جان خود را از دست دادند به 63 نفر رسیده است کمیته حمایت از روزنامه نگاران میافزاید که در همین حال تعداد خبرنگاران کشته شده در عراق و سوریه افزایش زیادی نسبت به سالهای پیشین نشان میدهد و عراق با ده مورد قتل و مصر با 6 مورد در سال 2013 میلادی پس از سوریه در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند. علاوه بر این پاکستان سومالی هند برزیل فیلیپین مالی و روسیه نیز طی سال گذشته شاهد قتل بیش از یک خبرنگار در خاک خود بودند تعداد هفتاد کشته در میان خبرنگاران جهان نسبت به سال 2012 مقداری کاهش نشان میدهد و سی پی جی در آن سال خبر داد که رقم خبرنگاران مقتول 2012 میلادی 74 نفر بوده است در سال 2012 پاکستان و سومالی در رتبه دوم و سوم از نظر تعداد خبرنگاران کشته شده قرار داشتند که در سال 2013 عراق و مصر جای آنها را گرفته است. به نوشته یک کمیته حمایت از روزنامه نگاران از زمان ثبت آمار توسط این کمیته سالهای 2009 و 2012 بدترین سالها بودند و در هر یک از این سالها دست کم 74 خبرنگار حین انجام وظیفه جان خود را از دست دادند. این نهاد مدافع آزادی بیان گفته است که در اکثر موارد قتل روزنامه نگاران به طور مستقیم یا غیر مستقیم با اطلاع نهادهای دولتی و توسط نهادهای وابسته به حکومتها صورت گرفته است. به گفته کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، آمارهای مربوط به آزار، شکنجه و قتل روزنامه‌نگاران طی 20 سال گذشته در سراسر جهان نشان می‌دهد که آمار مرگ روزنامه‌نگاران و خبرنگارها به دست دولت‌ها از رقم قتل آنها توسط های شورشی یا تروریست‌ها بیشتر بوده است. آمارهای منتشر شده توسط این نهاد حقایق تکان را برملا می‌کند. از جمله اینکه مقام های غیر نظامی دولت های جهان مسئول 23 درصد مقامات نظامی مسئول 5 درصد و گروه های شبه نظامی وابسته به حکومت ها مسئول 7 درصد از قتل خبرنگاران و روزنامه هستند. تا همین آمار از سال 1992 تا 2012 گروه های سیاسی و مسلح مخالف حکومت ها از جمله گروه های تروریست مسئول سی درصد و گروه های تبهکار و جنایتکار مسئول 13 مورد از موارد قتل روزنامهنگاران بودند. کمیته ی حفاظت از روزنامه نگاران یک سازمان غیر دولتی است که در سال 1981 میلادی توسط گزارشگران خارجی مقیم آمریکا با هدف دفاع از حقوق روزنامه نگارانی که زیر کنترل رژیم های غیر دموکراتیک فعالیت می کنند تأسیس شد. این سازمان از سال 91 میلادی نظارت و ردگیری بر قتل روزنامه نگاران در سرتاسر سر جهان را آغاز کرد و از راههایی مانند برپایی تظاهرات یا ارتباطات دیپلماتیک تلاش می کند تا عاملین و آمرین این قسل ها مجازات شوند.